روز نو و یک آفرینشی نو و اقتداری نو، تصمیمی نو و همه چیز رو امروز خدا نو آفریده. میدونی که هر روز نه تنها خدا آفریننده است، بلکه من و شما آفریننده هستیم. ما هم میتونیم بیافرینیم. هر روز ما میتونیم با تصمیماتمون خدا رو سورپرایز کنیم. امروز یک آیه میخوام براتون بخونم در مورد محبت خدا. بگذاریم این آیه رو بخونیم با هم دیگه. اول یوحنا باب 4 آیه 7 تا 12. اول یوحنا باب 4 7 تا 12. ای عزیزان، یک دیگر را محبت کنید، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا زاده شده است و خدا را می شناسد. آن که محبت نمی کند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. پس آن که محبت نمی کند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات بیابیم. محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان من یا ما باشد. ای عزیزان، اگر خدا ما را این چنین محبت کرد، ما نیز یک دیگر را محبت کنیم. شاید این آیات با قلب شما صحبت کنه، ولی میخوام بگم که یکی از رکن‌های اصلی خداوند محبته. امروز رو محبت داشته باشیم. امروز بپذیریم اون محبت خدا رو. خیلی کلام‌ها در مورد خدا شنیدیم، ولی یک کلمه هست که خدا محبت است. شما هم مثل خداوند خودتون باشین و او رو محبت کنید و همدیگر رو محبت کنید. به کلی عزیزان و علاقه‌مندان برنامه مودت خوش آمد گفته خواستار سلامت و پیشرفت روحانی تک تک شما عزیزان هستیم. در این چند دقیقه کشیش ایوان موضوع غرور فریب می‌دهد از کتاب مکاشفه باب 3 آیات 17 تا 19 برای شما بیان خواهند کرد. یقین داریم که باعث رشد و تغییر زندگی روحانی شما خواهد گردید. آیات مذکور را برای شما قرائت می کنم. زیرا می گویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. هر که من دوست می دارم توبیخ و تأدیب می نمایم، پس غیور شو و توبه نما. کشیشیوان بفرمایید، پیغام خداوند را از شما می شنویم. با سلام های گرم باز هم آمدیم به خانه های شما و امیدواریم بتونیم خدمت مفیدی به شما عرضه کنیم. این قسمت هایی که خوانده شد نشون میده که شخص وقتی مغرور میشه متوجه نیست که داره خودش را فریب میده. وقتی از دیدگاه این اشخاص یا کلیسا نگاه میکنیم، میگه تو میگی که من ثروتمندم و ثروت اندوختم، به هیچ چیز محتاج نیستم، اما از دیدگاه مسیح میگه تو نمیدانی که مستمندی، مسکینی، فقیری، کور و عریان هستی. بعد میگه تو را نصیحت میکنم که زر مصفا به آتش را، یعنی کلام خدا را از من بگیری تا دولتمند بشی، رخت سفید یعنی عدالت عیسی مسیح را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشه، سرمه را یعنی همون مکاشفه که روح القدس میده به چشمان خود بکشی تا بینایی یابی. هر که را دوست دارم توبیخ میکنم، تأدیب میکنم، پس میگه بلند شو، غیور شو و توبه نما.
در آخر ما محبت خدا را در اینجا میبینیم. اما چند تا نکته است که میخواهم به یادتون بیارم که غرور چطور ما را فریب میده. غرور انسان را بی‌ثبات میکنه، ریاکار میکنه، ناموتی میکنه و اهل بحث و مجادله میکنه. ابتدا میخواییم ببینیم که وقتی بی‌ثبات میشیم یعنی چه؟ انجیل یوحنا باب 15 آیه 6 عیسی مسیح میگه کسی که در من نماند مثل شاخه بریده میشه و بیرون انداخته میشه و میخشکه. اول در مسیح هست، بعد وقتی نماند بریده میشه و بیرون انداخته میشه. یعنی وقتی غرور میاد، من خیال میکنم که ثروتمندم، من خیال میکنم که محکم ایستادم، من خیال میکنم که ایمان دارم و همه را با خیالات و تصورات انجام میدم. اما مسیح اینا نمیخواد. میخواد که ما حقیقتاً مسیحی باشیم. میخواد که ما حقیقتاً عیسی مسیح را دوست داشته باشیم. میخواد که وقتی ما خوبی میکنیم با صداقت کامل انجام بدیم، نه ریاکاری کنیم. وقتی ما میخواییم که یک عملی برای کسی انجام بدیم برای تظاهرات نباشه. و به قول عیسی مسیح میگه وقتی تو یک صدقه به کسی میدید با دست راستت، دست چپت نفهمه. پس خداوند میگه که خودت را فریب نده، خدا را نمیتونی مسخره کنی و هر چه تو کاشتی همان را هم درو خواهی کرد. اگر برای جسمت کاشتی، از جسمت مرگ را درو میکنی، ولی اگر برای روحت کاشتی، حیات جاودانی را. و بعد در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 5 میگه که انسان ممکنه صورت دینداری را داشته باشه ولی قوت آن را انکار کنه. اینم نکته دومه. صورت دینداری یعنی انسان خودش را مثل یک دیندار نشون میده، یه مذهبی نشون میده، یه آدم خیلی مقدس و محترم. به کلیسا میری، سرود میخونی، هدایا میدی و خیلی کارهای خوبم انجام میدی، اما برای حقیقت نیست، از روی حقیقت نیست، برای مسیح و خدا نیست، برای جلال خودته. و عیسی مسیح گفت اگر کسی جلال را برای خودش میطلبه، اصلا نمیتونه به خدا ایمان داشته باشه. تا اون حد خدا پیش میره، میگه نمیتونی به خدا ایمان داشته باشی. و عیسی مسیح گفت من جلال خود را طالب نیستم، من آمدم پدر را جلال بدم. پولس رسول هم همینطور میگه من خودم را جلال نمیدم، خودم را موعظه نمی کنم، بلکه عیسی مسیح. یحیای تعمید دهنده همینطور گفت من هیچ هستم، من حتی حاضرم بند کفشای عیسی مسیح را باز کنم که لایق اونم نیستم، من بیام پایین او بره بالا. این اصل مطلب که ما آیا واقعا صورت دینداری را داریم یا قوت دینداری را داریم. برای اینکه ملکوت خدا در حرف نیست، بلکه در قوت، در عمله. بعد انسان وقتی مغرور میشه نه فقط بی ثبات و ریاکار میشه، بلکه ناموتی هم میشه. در دوم تواریخ باب 26 آیه 15 تا 21 داستان یکی از پادشاهان اسرائیل که وقتی خیلی فتوحات کرد و خیلی پیشرفت کرد، به جای رسید که مغرور شد. در دوم تواریخ باب 26 آیه 15 تا 21 میگه بالاخره از کارهاش داره میگه منجنیقه هایی را که مخترع صنعتگران ماهر بود در اورشلیم ساخت تا آنها را بر برج‌ها و گوشه‌های حصار برای انداختن تیرها و سنگ‌های بزرگ بگذرانند. پس آوازه او تا جاهای دور شایع شد، زیرا که نصرت عظیمی یافته بسیار قوی گردید. لیکن چون زورآور شده، دل او برای هلاکتش متکبر گردید و به یهوه خدای خود خیانت ورزیده به هیکل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور بسوزاند. بالاخره
این مغرور میشه و وارد معبد خدا میشه و کاری را هم میخواد انجام بده که کار پادشاه نبود بلکه کار کاهنان بود. ببینید فتوحات زیاد، اسم و شهرت زیاد باعث غرور این شخص شد، پادشاه شد، و به قدری مغرور شد که پاش از گلیمش فراتر گذاشت و وقتی وارد معبد شد که این بخور را بسوزونه، کاهنان از پشت سرش اومدن گفتن این کار را نکن، این گوش نکرد و بلا فاصله جزام بر پیشانیش شروع شد و تمام بدنش جزامی شد و تا آخر عمرش به صورت یک مبروس و جزامی در خانه ماند و آخرش همونطور فوت کرد. غرور انسان را ناموتی میکنه و به هلاکت میرسونه. و بالاخره در اول تیموتائوس باب 6 آیه 3 تا 6 ما میبینیم که بعضی ها مغرور میشن و اهل بحث و مجادله هن. یعنی دوست دارن همش ثابت کنن که ما درست میگیم، ما هستیم، چون مغرور شدن میگن که ما حقیقت را داریم، شما ندارید، و برای اون این امر یه حالت تعصب و بحث همیشه در میانه و معمولا این اشخاص زیاد هم حرف میزنن. اما عزیزان، ما اگر به عیسی مسیح نگاه کنیم، عیسی مسیح میگه در من بمانی من تو را میوه‌دار میسازم. اگر ما با مسیح جمع کنیم خوش با حال ما، اگر بدون مسیح جمع کنیم پراکنده میکنیم، نمیتونیم بدون مسیح ما کاری بکنیم. بعد ما لازم نداریم که صورت دینداری را داشته باشیم، بلکه با قوت و قدرت روح القدس میتونیم عین کارهای عیسی مسیح انجام بدیم و به قول عیسی مسیح میگه کارهای عظیمتر هم شما انجام میدید. یعنی خوبی ها و نیکویی ها مثل پولس رسول که میگه شب و روز مثل دایه براتون من خدمت کردم، حتی بار بر شما ننهادم، کار کردم با دستای خودم که باری بر کسی ننهم. و همینطور وقتی خداوند ما را میاره بالا دیگه ما مغرور نمیشیم، چون در عیسی مسیح ما متوجه میشیم که این به فیض ما نبود، این به فیض عیسی مسیح و خداوند بود که ما را خوانده و ما را مسلح کرده، ما را پر کرده از روح القدس و فرستاده. و برای همین هم ما میتونیم افتخار کنیم، نه اینکه مغرور بشیم. و برای اثبات کلام خداوند ما احتیاج نداریم که بحث کنیم، بلکه روح القدس با برهان و دلیل خودش کلام را ثابت میکنه. بیاییم دعا کنیم که خداوند ما را از فریب خوردگی و غرور آزاد کنه. خداوندا کمک کن که ما مغرور نشیم و خودمونا فریب ندیم. عیسی مسیح بیا در وجود ما و این غرور را در من و در ما ریشه‌کن کن و ما را فروتن ساز مثل عیسی مسیح. در نام خودت میطلبم، آمین. کلام خدا میفرماید خداوند با متکبران مخالفت میکند ولی فروتنان را فیض میبخشد. بگذارید در حضور او فروتن بشیم تا فیض خداوند به ما برسه و نجات نصیب تک تک ما بشود. خدا شما را برکت بده تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. خیلی خوشحال میشدیم که با ما در تماس باشید و شهادت ها یه زندگی خودتون را برای ما بفرستید و سوالاتی که داشته باشید از ما بکنید. خدا حافظ شما. مشتاق تو است تو
برد مرا تا شبم شبیه عیسی. عطر معرفت او شناخت تو بخشد زندگی را صفا. بشکنین پوسته سخت من ای خدا به روح خود، تا شبم مزاز غیر جس بینمت در عمق وجود. پیروزی بر جسم خواست روح توست اندر این نبرد درون. فیضت آنم ها تا غالب شوم گردد این تن من زبون. بشکنی در عمق وجود، بینم در عمق وجود. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com. باز هم خدا رو شکر. برای پیغام عالی و برای این برنامه‌های عالی که خدا فیض داده بتونیم برای شما تهیه کنیم. اگر عشقی هست و عملکردی هست، بدونین که همش عشق به خداونده و همه این کارهایی که انجام میشه فقط جلال نام اوست، جلال نام خداوند ما عیسی مسیح. در اول برنامه آیاتی رو براتون خوندم در مورد محبت خدا. در این قسمت هم میخوام یک آیه رو بخونم در مورد اینکه چه چیزی میتونه مانع این محبت باشه نسبت به زندگی ما. و کلام خدا در رومیان 8 آیه 38 این رو میگه، میگه که زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگری در تمامی خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. این رو بپذیرید امروز از من که هیچ چیزی قادر نیست بین شما و محبت خدا بیسته. هیچ چیز قادر نیست، فقط یک چیز، این که شما باید تصمیم بگیرین این محبت در زندگی شما حرکت کنه و عمل کنه. بریم با هم بقیه برنامه رو ببینیم. در ضمن هر موقع که تصمیم گرفتین تماس بگیرین با ما، ما خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین. پس اگر برنامه‌های ما شما رو تحت تاثیر قرار داد یا زندگیتون عوض کرد یا سوالی دارین یا براتون چی میگن عجیب بود برنامه‌ها، تماس بگیرین با ما و ما آماده جوابگویی به شما هستیم. خدا شما رو برکت بده. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
در این زمان ما را امید می‌بخشد. در آسمان و هم بر روی زمین بر نام تو جلال ای پسر خدا. از نو تبدیل بساز، امروز بر ما بریز ای روح القدس، کلیسای خود را بیدار بساز، جلال عیسی را ظاهر گردان و به قدرت از نو تبدیل بساز. تنها زیبایی نور توست عیسی که در این زمان ما را امید می‌بخشد. در آسمان و هم بر روی زمین بر نام تو جلال ای پسر خدا. امروز بر ما بریز ای روح القدس، کلیسای خود را بیدار بساز، جلال عیسی را ظاهر گردان و به قدرت از نو تبدیل بساز. امروز بر ما بریز ای روح القدس، کلیسای خود را بیدار بساز، جلال عیسی را ظاهر گردان و به قدرت از نو تبدیل بساز. شکر، باز هم شکر، خدا را شکر. و همونطور که امروز پیغامی که در دلم بود براتون بگم اینه که خدا محبته و اینکه هیچ چیزی نمیتونه بین شما و این محبت بیسته و هیچ چیز. خداوند تمام چی میگن سعی و کوشش رو میکنه که شما رو محبت کنه. بله عزیزان، در اینجا به پایان برنامه ها رسیدیم و میخوایم که با شما خداحافظی کنیم و با یک دعا میخوام از شما خداحافظی کنم و با این دعا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بازم فراموش نکنید با تلفن ها و فاکس و ایمیل با ما در تماس باشین. ما بعضی از برنامه هامون اسکایپ هست، نمیدونم خیلی از شما میشناسین، یک روش اینترنتی هست که شما میتونید از طریق نتورک و کامپیوتر با ما در تماس باشین. پس همه این چی میگن تجهیزات رو خدا به ما داده و ما استفاده صحیح از اون میکنیم. دنیا استفاده غلط میکنه، ولی همونطور که خدا ما رو محبت کرد با تمام این تجهیزات ما خدا رو محبت میکنیم. دعا کنیم با هم دیگه. خداوندا شکرت میکنم و ممنونم برای محبتت، ممنونم برای یگانه فرزندت که برای ما دادی، ممنونم که تو واقعا تو اول من رو محبت کردی. قبل از اینکه من تصمیم بگیرم که به تو ایمان بیارم، تو خداوندا قد پیش قدم شدی، یگانه فرزندت رو برای من دادی.
ممنونم خداوند. همینطور برای این برنامه ها ممنونم، برای عزیزانی که در این لحظه در خونه هستن و برنامه ها رو میبینن و پیغام گرفتن و برکت گرفتن. خداوند دعا میکنم زندگی های اونها رو لمس کن، بگذار اراده تو همچنان که در آسمان وقتی اونها رو آفریدی تصمیم گرفتی بر روی زمین بر زندگی های اونها انجام بشه. خداوند ممنونم که دعای من رو میشنوی. در زندگی ما جلال بیاب خداوند و تو دیده شو. در این برنامه هم همینطور خداوند تمام رو به دستای تو میسپاریم. آمین. فیض خداوند با شما باشه. خدا بیاد. در هر مکان در هر زمان آدی خداست رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، در هر تنگی رهبرم اوست، در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبر سختی ها در رسن غم ها بر من هجوم آرن، در میان طوفان باشم آرامم چون رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، در هر تنگی رهبرم اوست، در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرم اوست. در دست او این دست نهم هرگز گله‌ای نکنم، خوشنودم چون که میدانم قوتم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، در هر تنگی رهبرم اوست، در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرم اوست، چون عمر من به سر آید با فیض او ظفر آید، از موج مرگ هراسم نیست، با من خداست رهبرم اوست، رهبر